درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 16 از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه بفرمایید که یک چند بیتی از یک غزل بلند حافظ برای شما بخوانم. این زبان حال آخوندهاست. این غزل امروز زبان حال آخوند هست. به چه جهت؟ به جهت اون که تحریم ها گویا برداشته شده است یا برداشته دارد می شود و دوستان خوشحالن. جیب آخوند رو نمیدونم هیچ وقت خوب نگاه کردید. جیب آخوند رو اگه شما دست بکنید 1.5 متر عمق داره. جیبا رو آماده کردن برای این 145 بیلیون دلاری که قرار است بیاد. این است که خوشحالن، این است که این غزل زبان حال اونهاست. منتها این ترکیبات حافظ شأنش بسیار عجل هست که درباره اینها صدق کند، اما فهوای نشاطانگیز غزل گویای زبان آخوندهای دوست، پاسداران عزیز، چاقوکشان محترم براتون میخونم ببینید. بله، من این رو باز کردم، حافظ رو گشودم ببینم که غزلی نخونده هست. دیدم این غزل مناسب است که گرچه ممکن است اون را خونده باشیم. حافظ خیلی خوشحال بوده. این مربوط به روزگاری است که امیر مبارزالدین رفته، یعنی شاه شجاع پسر او رو گرفته و دستگیر کرده و کور کرده و عرض کنم که در دژی زندانی کرده. دیدار شد میسر و بوس و کنار، هم از بخت شکر دارم و از روزگار. هم زاهد برو که طالع اگر طالع من است، جامم به دست باشد و زلف نگار. هم ما عیب کس به مستی و رندی نمی کنیم، لعل بتان خوش است و می خوشگوار. هم ای دل بشارتی دهمت، محتسب نماند و از می جهان پر است و بت میگسار. هم خاطر به دست تفرق دادن نزیرکیست، مجموعی بخواه و سراحی بیار. هم بر خاکیان عشق فشان جرعه لبش، تا خاک لعلگون شود و مشکبار. هم اون شد که چشم بد نگران بودی از کمین، خصم از میان برفت و سرشک از کنار. هم چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند، ای آفتاب سایه ز ما بر مدار. هم چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست، ای ابر لطف بر من خاکی، ای ابر لطف بر من خاکی ببار. هم حافظ اسیر زلف تو شد، از خدا بترس و از انتصاف آصف جمع اقتدار. هم آصف، بله، برهان ملک و دین که ز دست وزارتش ایام کان یمین شد، دو دریا و یسار. هم تا الاخر، بله، که بعد میگوید خالی مباد کاخ جلالش ز سروران و ساقیان سر قد گلعذار. هم خدمتتون عرض کنم که داستان این آخوندهای ما و این مسئله تحریم چند ساله و حالا شادی و نشاط و بشارتی که میدهد، داستان اون دزدیست گرفته دزدی شبها تو تاریکی چندین سال به دزدی مشغول بوده، بعد گرفتنش،
دوز رو گرفتن به زندان انداختن، اونجا چند سالی زندان بوده، غلطنامه نوشته، گریه کرده، زاری کرده، با اردنگ این رو از زندان انداختنش بیرون، حالا به شادی و نشاط داره در واقع اظهار خوشحالی میکنه و تبریک میگوید و از اونجور چیزها. یکی نیست بگوید آقا این ضرر و زیانی که متوجه ملت شد در این چند سال، این میلیاردها دلار که شما بردید در دل کوها به دور از چشم مردم و جامعه جهانی در واقع به هوا و هدر دادید، مسئولیتش با کیست؟ و این ضرر و زیان فوق‌العاده‌ای که به ملت خورد، به صاحبان صنایع خورد، به همه در واقع کسانی که در کار خرید و فروش بودن و مردم عادی، این رو جوابش چه کسی خواهد داد؟ هیچ کس. استبداد مثل گاوداری اداره میشه، مثل گاوداری. عرض کردم پیش از این، تکرار میکنم فراموش نشود، گاودار یه مش گاو رو میکنه در چین. البته این توهین، عرض کردم، متوجه اونهاست، متوجه کسی دیگر نیست. سیستم ساختارش ساختار گاوداریه. نگاه میکنه ببینه کدوم گاو چاق شده، میده به قصابی، یه دشو میفروشه، یه دشو میکشه، هر موقع دلش بخواد همه کار میکنه، از این منطقه منتقل میکنه منطقه دیگر اینها. و این همون چیزیست که علی شریعتی منتظرش بود. اون میگفت گلداریه، میگفت گلداریه، همونطور که چوپان گله رو هر کجا دلش میخواد بره میبرد و گوسفند عقل این رو ندارد که اظهار نظری بکند، جامعه هم باید منتظر امام باشد و امام هر کار گفت این کار بکند. این تحصیل کرده ما بوده، رفته بوده فرانسه، حالا اونجا تحصیلی هم نکرد، البته با یک مدرک قلابی برگشت از این حرفا میزه. آقای علی شریعتی اینا یکتابش اینجاست. آره چنین بود ای برادر، ای برادر، بله. ولی میخوام خدمت شما عرض کنم که در این دستگاه فاسد جمهوری اسلامی هرگز این کشور عزیز ما به اقتصاد نخواهد رسید. اگه شما تصور بفرمایید که حالا با گرفتن این پول در واقع بهبودی در وضعیت مردم خواهد شد، یا ایران یعنی به گسترش اقتصاد دست خواهد یافت، چنین چیزی محال است. 1% کمی در واقع برج های بلند ساختن و اتومبیل های اونچنانی سوار می شود و اونچنان نامتجانس هست این زندگی در ایران. وقتی نگاه میکنی به عکس ها، ما از طریق عکس ها و فیلم ها میفهمیم چه خبر هست. شما که در ایران تهران هستید که خب بهتر از همه میدانید که یک عده‌ای برای نان شب اینها در نیاز هستن، یک عده‌ای نمیدانم اتومبیل های پرش و بی ام دبلیو و بنز های سفارشی و اینها سوار میشوند به قیمت 800 میلیون و 900 و بلیون و از اینجور حرف ها. بله. و این ساختمان هایی که در تهران ساختن چه اندازه زشت هست و چه ناجور هست با کل این شهر تهران. شهر باید یک چهره ای داشته باشه. شما اگر بخواهید در همین شهر واشنگتن یک پنجره عوض کنید، بایستی بروید اداره فاین آرتس شهرداری. فاین آرت میشه همون هنرهای زیبا، فاین آرتس یک جایی دارد، اونجا دپارتمانی هست به نام دپارتمان فاین آرتس شهرداری که این حافظ صورت شهر هست، اون در واقع اون چه هست، ساختار مادی شهر چگونه هست. شما نمیتوانید بیایید یه مرتبه یه چیز عجیب غریب بسازید که خانایی نداشته باشد با بقیه ساختمان ها. بنابراین تعویض یک پنجره نیازه به اجازه
دپارتمان فاین آرتس شهرداری شهر واشنگتن داره، یا شهر فرض کنید لس آنجلس. شما نمیتونید چیز عجیب غریب بسازید. این تهران را آدم نگاه میکنه از فرط زشتی خندش میگیره که نگاه کن ببینید که این شهر چگونه است. جنوبش رو نگاه کنید، شمالش رو نگاه کنید، دانتانش رو نگاه کنید. اینها داستان غریبی است. و عرض کردم خدمت شما علی‌رغم این عقیده قدیمی که استبداد میتواند اقتصاد رو پیش ببرد و نهادهای مختلف اقتصادی تولید بکند و تنوع در مدیریت تولید بکند و از این زمینه دموکراسی برخیزد، یک عقیده ورشکسته قدیمی است. فضلا و علمای علم اقتصاد با آمار و ارقام که یه روز کتابش میارم خدمتتون نشون میدم، نشان دادن که اون چه باعث توسعه اقتصاد می شود دموکراسی و حاکمیت مردم هست، که در کشور ما نیست متاسفانه. بله، اینم گرفتاری بزرگی است. در آمریکا تنور انتخابات گرم هست. دیشب هم یک مناظره بود بین رقبای حزب در واقع ریپابلیکن، جمهوری خواه، و در این گونه مواقع که اون حزب دیگر نماینده در کاخ سفید دارد، رقابت ها خیلی شدید نیست. اما اون یکی حزب خب البته برای به دست آوردن قدرت بسیار میکوشند، نمایندگان مختلف میآیند و خانم هیلری کلینتون در واقع نماینده دموکرات ها هست و شانس برنده شدنش بسیار هست، چون بین رپابلیکن ها آدم درست حسابی کسی نیست که بتواند رقابت کند با خانم کلینتون. و دموکرات ها رأی سیاه پوستان رو دارند و رأی در واقع آمریکای جنوبی ها، حالا مکزیکی یا اهل السالوادور یا جنوبی ها، به هر صورت اینا بیشتر دموکرات هستند. و احتمال می رود دوباره خانواده کلینتون اسباب کشی کنند به کاخ سفید و در واقع یک مسئله هست در آمریکا، می گویند you get two with price of one، یعنی قیمت یکی می دید دوتا می گیرید. این رو آقای کلینتون، بیل کلینتون، به مزاح میگفت، به شوخی، یعنی شما یه هیلری رو انتخاب بکنید دو تا رئیس میگیرید، یکیش منم یکیش خود هیلری. بله، و از این سو اون بساز و بفروش معروف که میدانید آقای عرض کنم دونالد ترامپ، این در واقع پیشرو هست در آمار. این آقا 42% آخرین آمار بوده و نفر بعد از او حدود 15-16% و اینها. اما این آقا چون کار سیاسی نکرده و اینا، بسیار بی خبر هست از جهان سیاست و زبان سیاسی و پیچیدگی های امور سیاسی و اینها. فقط میگوید من آمریکا رو به قدرت میرسانم، وضع اقتصادی شما رو خوب میکنم. و چون خودش مرد موفقی بوده و سخنانی میگوید که دیگران نگفتن، محبوبیتی به دست آورده. اما من بسیار تردید دارم که اینشان عرض شود که رئیس جمهور آمریکا بشود. البته در کشورهای دموکراتیکش غریب نیست، هیچ عجیب نیست، اما این حدس مخلص است. کتابی که در دست بنده هست اینجا اندیشه های طالبوف تبریزی است و در عصر مشروطه و پیش از آن روشنفکران ما بیشتر اهل آذربایجان بودند و چه زیبا دنیا رو می دیدن. اینا مردان جهانی بودند، ایرانی می اندیشیدن. طالبوف تبریزی یکی از آنهاست
و من سعی خواهم کرد در آینده اندیشه های طالبوف رو برای شما بیان کنم. بهترین تحلیل ها از این گروه روشنفکران رو فریدون آدمیت به دست داد، حقیقتا خواندنی است و نشان می دهد که در اون عصر که صد و اندی سال پیش بوده است چه میزان روشنفکران ما استخواندار بودند. امروز من نمیدانم چه کسانی رو داریم، اما در صحنه کسی نیست. من چند سالی است که اینجا میشینم خدمتتون حافظ میخوانم. امروز میخوام یک مختصری در باب این شخصیت بزرگ صحبت کنم و عناصر سازنده شعر حافظ رو به شما معرفی بکنم. حافظ در روزگار در واقع قرن هشتم میزیسته، روزگار پرآشوبی بوده، روزگار پرآشوبی بوده است و در شیراز میزیسته. همونطور که میدانید شیراز از حمله مغول در امان ماند و مغول ها به اونجا نرفتند و از تخریب مغول مصون بود. این است که دو شاعر بزرگ در این دوره در شیراز پا برسه وجود گذاشتن، شیخ اجل سعدی و خواجه حافظ که از بزرگترین شاعرای جهان هستند. حافظ دارای زبان خاصی است، شاعر ویژه‌ای است. دیوان او قرآن رو بازنشسته کرد و منسوخ کرد در خانواده های ایرانی. ما به یاد داشتیم بچه که بودیم همیشه حافظ خونده می شد، قرآن رو هم هر موقع که میخواستیم سفر برویم این مادر می آورد بالا سر ما می گفت. اینا حالت سنتی بود، خیلی هم خوب بود، اما نه زبانش مفهوم بود برای کسی، نه مطلبش دلاویز بود که حالا کسی بره ترجمهش رو بخونه. حافظی که از معجزات زبان فارسی است، در واقع معجزه که عرض میکنم نه به معنی مذهبیش که ماه شق شد یا یک کسی سوار الاغ شد رفت به آسمان و اینا، نه، شیوهی به میان انداخت بی نظیر که هیچ کس نتوانست اون رو تکرار بکنه و بیانی پیچیده و عمیق با وجوه مختلف، یعنی در واقع مانند الماسی که چند وجه داشته باشه و اون رو شما میچرخانید، عرض کنم که تلالای حیرت انگیزی داره و هر کسی در واقع برداشت خود رو از شعر حافظ دارد. چنین شاعری در جهان وجود نداشته مگر یک نفر در چین گویا بوده که چنین خاصیتی داشته، حالا به لحاظ در واقع سابلمیتی ادبی آیا به پای حافظ میرسیده من فکر نمی کنم. باری در روزگاری که خواجه حافظ در شیراز بوده است، عرض کردم اتفاقات بسیار افتاده و یکی از المان‌های سخن حافظ تاریخ یعنی وقایع بزرگ تاریخی که اینها جلوه کرده در غزل‌های حافظ. تعداد غزل‌ها حدود 500 غزل بیشتر نیست، در چاپ‌های بازاری به 700 و 800 اینها هم رسانیدن. اما وقتی مرحوم علامه قزوینی آمد و نسخه های قدیم رو کنار هم گذاشت، به خصوص نسخه عبدالرحیم خلخالی و نسخه نخجوانی که دکتر غنی با ایشون همکاری میکرد، تعداد غزل ها قریب 500 غزل بیشتر نیست. خب کار ما بوده است که در واقع اضافه کنیم، اگر سخن شاعری رو میپسندیدیم می آوردیم سخنان دیگران را اضافه می کردیم و دیوان را فکر می کردیم هرچه دیوان را قطورتر کنیم بهتر است،
خیام شاید بین 70 تا 80 رباعی بیشتر نسروده باشد، اما در چاپ های بازاری گاه به 500 و 600 و 700 هم رسیده و همین کار هم در شاهنامه فردوسی شده است، به ویژه در داستان رستم و سهراب. هرچه علاقه مردم به داستانی در شاهنامه بیشتر می شد، الحاقاتش هم بیشتر هست، چون نمی خواستن در واقع همنشینی با فردوسی رو از دست بدهن در اون داستان، در حالی که شیوه استاد طوسی اختصار ایجاز بوده. این در واقع شیوه و سبک نظم و نثر سامانی است و فردوسی زاده روزگار سامانی است. به اختصار سخن میگوید، اگر اعتنابی باشد به دلیلی است، اما بر روی هم اهل ایجاز هست. این است که در داستان رستم و سهراب حدود 1010 تا 1050 به نهایتا هست، به 1680 هم رسید. باری حافظ در روزگار خاندان اینجو در شیراز میزیسته و شاه شیخ ابو اسحاق نخستین پادشاهی است که حافظ در دربار او تردد داشته و با او دوستی داشته است. غزل مشهور یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، که دفعه پیش خواندم. این بر مرگ شاه شیخ ابو اسحاق است، یک مرثیه است. بله، این شاه شیخ ابو اسحاق در جنگ بود با خاندان مظفری که اونها در نواحی کرمان و یزد و اینها بودند و سرانجام این مرد کشته شد و محتسب آمد. این غزلی که می‌بینید حافظ شادی می‌کند که محتسب نماند، یعنی دیگر اون امیر مبارزالدین خشک مقدس زورگوی صفی دیگر نیست، روزگار شاه شجاع آمد که فرزند اوست. و در این دوره های مختلف و متنوع همین خاندان مظفری، حکومت شیراز دست به دست شده و حافظ برای اینها مت گفته. بله، شاه محمود بوده است، شاه منصور بوده است، از شاه زین العابدین بوده است، که اینها همه از خاندان مظفری هستند. اینها اونجا حکومت می کردن تا تیمور لنگ وارد شد. تیمور لنگ یکی از خونخاران و جباران رزل تاریخ انسان هست که در واقع بیشترین شر او متوجه مملکت ما شد، یعنی اونچه از حمله مغول بر جای مونده بود اون کار رو تمام کرد، شهرها رو خراب کرد، مردم رو قتل عام کرد. و معلوم نیست هدف این مردک خونخوار جرار وحشی چه بوده، چه میخواسته، دلیل این کارها چه بوده. و گویا بعد از تخریب ایران و کشتار ملت و اینها و گرفتن این امپراتور عثمانی و در قفس کردنش رو، این دوران بایزید رو گرفت کرد توی قفس برد اونجا مثل حیوانات، اونم دق کرد و مرد. مقصودش چه بوده؟ خود این حافظ القرآن بود این آقا و سلطان قاضی بود و در راه اسلام شمشیر می‌زد. اسلام راه رو برای آدم کشی باز گذاشته، تنها دینی است که جهاد جز اصولش هست و هر کسی هم که شمشیر می‌کشید می‌افتاد به جان ملت، می‌گفتن سلطان قاضی رفته به جهاد، جهاد به کفار. فردا می دیدیم که بله، این آقا 200,000 نفر رو کشته، یه 300,000 نفر هم اسیر کرده، تمام اموال اینا رو غارت کرده آورده به نام اسلام عزیز، دارن اینا برده فروشی میکنن و اموال اینا رو نوش جام میکنن. این از اون گروه بود. این آقای تیمور نلنگ آمد به شیراز. بله، کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسور که مهدی دین پناه رسید.
که این راجع است به در واقع زمانی که حمله کرده تیمور لنگ به شیراز و در اونجا شاه منصور که دلاورترین خاندان مظفری بوده در مقابلش ایستاده. اما چه ایستادگی؟ در واقع خب یک شهری مثل شهر شیراز مگر چند تن مدافع دارد؟ اون مردک آمده با 50 تا 60 هزار نفر آدم های جرار خونخوار و این شاه منصور آدم متمدن در شهر شیراز 2000 نفر 3000 نفر نهایت 3000 نفر نوشتم. کتبی که نویسه که مورخ این خاندان هست و در باب اینا کتاب بسیار دقیقی نوشته، سپاه شاه منصور رو 3000 نفر تخمین زده و میگویند شاه منصور از شیراز بیرون رفت و رهگذری از اونجا میگذشت. گفت در شیراز چه خبر است و چه میگویند؟ گفتند اینها میگویند این خاندان مظفری در روزگار صلح مالیات ها رو گرفتند، اموال ما رو خوردند و خوش گذراندند، حال که کار به اضطرار کشیده است و یک آدم وحشی مثل تیمور لنگ آمده است، گذاشتند و گریختند. شاه منصور برگشته و جنگ کرده و جنگ بسیار شجاعانه‌ای کرده تا اونجایی که نزدیک بوده است که این دجال رو بکشد که موفق نمی شود و تیمور و شیراز در واقع مسلط می شود. اینها بقایعی است که در روزگار حافظ اتفاق افتاده که من خیلی به اختصار عنوان بقایع بزرگ رو خدمت شما عرض کردم. بعد هم این تیمور آمده تمام شاهزادگان مظفری رو اسیر کرده و با خود آورده نزدیک همین قمشه شهرزای خودمان، اونجا همه رو بستر یک سفره نشانیده و گفته است که هرگز این چنین دوستانه با هم نشسته بودید که غذا بخورید. یکی از اینها گفته بود اگر ما متحد بودیم تو بر ما پیروز نمی شدی. و این آدم همونجا همه اینها رو سر بریده و به حکومت خاندان مظفری پایان داد. خب پس وقتی ما نگاه میکنیم به دیوان حافظ، بعض غزلها انعکاس حوادث تاریخی است، مثل همین بیتی که خوندم که کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین فنا رسید. اشاره است به تیمور لنگ، یا اونجایی که اشاره به محتسب دارد منظور او این امیر مبارز الدین محمد است که بنیانگذار پادشاهی خاندان مظفری در شیراز هست. حوادث تاریخی در دیوان حافظ انعکاس یافته. فقط بایستی که اونجا که میگوید ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک اون وادی و مشکین کن نفس، که البته در تصحیح مرحوم قزوینی نیست اما در بسیاری حافظا هست. این در واقع دوری شاه شجاع سبب شده است که این فراق رو در این غزل بیان کند. مقصودش از ساحل رود ارس شهر تبریز است، به لحاظ اینکه شاه شجاع بعد از اینکه از برادر شکست خورد رفت به تبریز، مدتی اونجا بود و باز برگشت و شیراز رو پس گرفت و در همون شیراز هم در واقع فوت شد. باشید. و این شاه شجاع مرد بسیار فاضلی بوده و بعض اوقات غزلهای حافظ رو تصحیح هم می کرده یا یک نظرهایی می داده که حافظ می پذیرفته و خود او به وضوح گفته است. یاد باد اون که به اصلاح شما می شد راست، نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود.
شاه شجاع نوشته است، با کمک تو و با نظر تو و از ابیات گوهر ناسفته‌ای بودن و شعر نادرست من که البته تواضع کرده به کمک شما این چنین مقام میافت و درخشش میافت. بسیار مرد فاضلی بوده. نامه ای دارد به تیمور لن که من این فرزندم زین العابدین رو به تو می سپارم. مرد بسیار سیاستمداری بوده، میدانست که خب شیراز یک شهری بوده، حریف تیمور لن که نبوده. برای اینکه حمله نکند میگوید این پسرم رو در سایه محبت و لطف و بزرگواری شما قرار دادم، نامش هست. اما این مرد بیعقل که این زین العابدین باشد، صبح تا شب شراب میخورد و مست بود، در هر کسی هم میگه آقا این پدر شما وصیتی کرد، نامه ای نوشت به این مرد خونخوار، شما باید بری خدمتش یک چیزی ببری، یک اظهار کوچکی بکنی. نکرد تا اینکه اونام اجازه بدید که از اسفندیار عزیز در اتاق فرمان خواهش کنم که یک موسیقی پخش کنند. برمیگردیم به عناصر سازنده سخن حافظ، اشاره میکنیم در خدمت شما. نخستین مجموعه ساز و سخن برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید. مجدد بر شما هموطنان گرامی، در باب حافظ صحبت میکنیم. اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم در جلسه گذشته ما خط رو باز کردیم، ما یه خط تلفن بیشتر نداریم اینجا، یعنی در هر لحظه میتوانیم با یک هموطن صحبت کنیم. 80 تن از هموطنان عزیز ما پیغام گذاشته بودند و شکایت داشتند که سخنشان شنیده نشد. این است که سعی خواهیم کرد که خطها رو باز کنیم، نه امروز، در روز دیگر، تا اون گروه هموطنان که نتوانستن روی خط بیان تشریف بیاورن و هم صحبت کنیم، یا اینکه یک روز شنبه، یک شنبه رو به اطلاعاتون میرسنم به این ساعت، فرض کنید 2-3 بعد از ظهر وقت اینجا تا ساعت 6-7 که با هم صحبت کنیم. خب پس عرض کردم که یکی از عناصر سخن حافظ تاریخ است. یعنی اگر شما به تاریخ وقایع روزگار این بزرگ آگاه نباشید، ممکن است که در فهم غزل دچار اشتباه بشوید و اشتباه بشویم. دیوان شاعر معمولاً آینه تمام نمای حوادث روزگار اوست و تاریخی که از این هاست و تاریخ بسیار متطور و متحولی بوده. هر روز یک حادثه جدید اتفاق می افتاده، خونبار، و این حافظ بزرگ در روزگار سختی می گذرانده. فقط در روزگار شاه شجاع هست که به حافظ خوش گذشته و شاه شیخ ابوالاسحاق که عرض کنم که دولت مستعجل بوده است، همونطور که در اون غزل گفت. بله، بعد بسی برویم سراغ عنصر فلسفه. حافظ فیلسوف به تمام معنی است. این سخن
احسان طبری رو من بارها اینجا تکرار کردم. این مرد خب توده‌ای بود، اما مرد بسیار بسیار فاضلی بود، تحصیلات خیلی خیلی خوب داشت، از دانشگاه مسکو اونجا دکترای فلسفه بود و او حافظ رو فیلسوف فیلسوفان و پیامبر پیامبران می نامید. بله، این از او به یادگار هست و منم بارها اینجا تکرار کرد. نگاه این بزرگ کاملا فیلسوفانه است و جهان بینیش فیلسوفانه است، سطحی بین و سطحی اندیش نیست. غزلهای بسیاری از حافظ است که کاملا رنگ بینش عمیق فلسفی دارد. خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ بعضی آوردن خوشتر ز عیش و صحبت و باد بهار، نه، این بالکل غزل رو خراب میکنه. خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. راز درون پرده چه داند فلک؟ خموش ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. کاملا فلسفی است با رگه های از اندیشه های خیام. بله، و بیشتر غزل ها ضمن این که عرض کنم که تفکر وسیعی رو مطرح میکنه، همواره به سطحی نگری زاهد و واعظ اشارت دارد. یعنی این دو پدیده رو کنار هم میگذارد و در یک جامع ندیدیم که حافظ خوشبین باشد و آدمای دیندار و به زهاد و به این متصوفین روزگار خودش و به این آخوندها. دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگو، من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم. این کار آخوند تزویره، تزویر و ریا و دروغه. و حافظ بزرگترین ناقدان سطحی اندیشان دینی است. این آخوندهای خودمون رو نگاه کنید، شما فکر میکنید اینها دینی هستن؟ به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر که هیچ کدام از اینها اهل خداشناسی و دین نیستن. اینها دین فروشان دروغگو هستن. آقا در دین بایستی ترحمی باشد، شفقتی باشد، عدالتی باشد. هیچ یک از فضیلت هایی که بایستی یک شخص دیندار به معنی واقعی داشته باشد در آخوند و ملا نیست. اینا در واقع آدم های شکمخاره و شکمباره و دروغگو و ریاکار و مزور هستند. این است که حافظ میگوید دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی، من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم. یعنی از بس گفتید ما را آزرده کردید و خسته شدیم از دست شما، از این تزویر و دروغی که شما میگویید. شما در دیوان مستطاب حافظ نگاه کنید، انواع اندیشه های فلسفی رو می توانید اونجا پیدا کنید. بله، هم ایدئالیسم رو می توانید پیدا کنید، هم ماتریالیسم رو می توانید پیدا کنید که اینها بنیانش رو فیلسوفان یونان گذاشتن. و
و حالا یه حافظ واقعا آشنا بوده یا اینکه به سابقه ذوق طبیعی و اندیشه طبیعی خودش به این نتیجه ها رسیده. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی. عاشق شو هر نه روزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. کارگاه هستی، بله. خب پس این یکی عنصرش هم این است. حالا ما می توانیم خدمت شما برنامه های متعددی در این باب داشته باشیم و صحبت کنیم، در باب هر یک از اینها به تفصیل صحبت کنیم، از کنم استشهاد کنیم از دیوان خواجه در باب هر المانی که صحبت میکنیم اینجا و به هر عنصری که اشاره میکنیم. اینا 7-8 عنصر هستن در شعر حافظ که اینها رو بایستی شناخت قبل از اینکه ما در واقع بتوانیم به درستی سخن این مرد رو درک بکنیم. خب پس اولش تاریخ بود، دوم فلسفه بود، شاعر فیلسوفی است حافظ، بعد تصوف هست. تصوف نه به عنوان تصوف است جان، عجب، بسیار خوب عزیزم، 2 دقیقه ها، 1 دقیقه، خب ما شروع نکرده تمام شد، خیلی متاسفم خدمت. مصطلحات متصوفین، اساری اصلی تصوف که عشق است و همه چیز بر محور عشق ساخته شده است، در دیوان مقدس خواجه حافظ و بسیار می‌بینیم و از عناصر بسیار بسیار مهم است این عنصر عشق در دیوان خواجه، که شاید هفته آینده به اون اشاره بکنیم و در بابش صحبت کنیم. اسفندیار عزیز ما فرمودن که وقت شما تمام شد، بنابراین مجبوریم به اینکه از شما خداحافظی بکنیم تا روز جمعه که در خدمتتون خواهیم بود. شما رو به خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می سپاریم. با سپاس از اسفندیار، درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.